راه‌های دور و نزدیک تشریف فرما شده‌اند و یا توسط نامه، تلفن، ایمیل ابراز همدردی کردن تشکر می‌کنم. خیلی متشکرم از همتون. زنمای عزیزم، خواهر عمو داوود خانم، چند کلمه می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. تشریف سلام دوستان عزیز، خیلی ممنونم از همه شماها. این مدتی که برادر من در غربت بود خیلی محبت کردید و از همه شماها ممنون بود. یه شعر میگفتن که اگر شاهی بمیرد از وطن دور، به خاری میبرندش جانب گور. همینجور اون برادرم که اونجاست اینه میخواند هم برای شوهر من هم برای برادرش و گریه میکرد. حالا کاش اینجا من گفتم لطف کنن فیلم بردارن برش بفرستن که ببینن چه دوستای خیلی خوب و مهربونی دارن. در ضمن میخوام به اجازه دوستان عزیز ازم برادر عزیزم دخترزایی عزیزم تشکر کنم که سالها که با هم ازدواج کرده بودن داوود پستش به افسانبات کشور ایران و خارج بوده و این خانم با کمال دلسوزی محبت این اواخر چون دست شکسته بود داوود غذا به دهنش میذاشت آشخ دستش ما بانپیچی میکرد، لباسش تنش میکرد، ریشش رو میتراشید، صورتش رو میشست، همینجور که مثل حضرت موسی و چوپان که میگه تو کجایی تا شبم من چاکرم، چاروقت دوزم کنم شانه سرم، دستکت بوسم به مالم خواهی کرد. این خانم همین قراره برای شوهرش کرد که من خودم هیچ وقت برای شوهرم هیچ کاری نکردم. من مسافرت میبرد، گردش میبرد، ناله میدادم که خستم شد، ولی این با این که تمام زندگیش از دست داد، بچه عزیزش، پسر عزیزش به خاطر شوهرش از دست داد و هرچی ثروت از پدرش مونده بود از دست داد و اخم نکرد. خیلی ازش ممنونم، همچنین از فرزندان عزیزش، نوه‌هاش، چون من دخترم پسرم نامه نوشتم به، یعنی ایمیل کردم که تمام خصوصیات دایمونه در نوه‌هاش و بچه‌هاش می‌بینم. خدا کنه اینطور باشه. ولی من الان می‌بینم با چه دلسوزی روزیتا، حمید، نبی، مخصوصاً آقای سریعالم مهدی آقا که تونستن نیزاره برای ما بگیرن و مجلس خوبی تشکیل بدن. خیلی از همشون تشکر می‌کنم، از دوستان عزیزم خیلی. دست همه شماها رو می‌بوسم. خیلی تشکر میکنم. خیلی ممنون. و در ضمن از امید عزیز که از آلمان تشریف آوردن و به ما کمک میکنن. قربونت برم. مرسی از دوستان و عزیزان که اینجا هستن.